زبیگنیو برجنسکی مشاور امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر که شاهد وقوع انقلاب اسلامی منجر به انقراض پادشاهی در ایران بود در 89 سالگی درگذشت. او همچنین در جریان گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران برای آزادسازی آنان که عملیات ناکام تبع بخشی از آن بود فعال بود. پروانه هدایت گزارش می‌دهد. برژینسکی پسر یک دیپلمات لهستانی و دارای مدرک دکترا در رشته دولتداری از دانشگاه هاروارد بود. او حرفه خود را از سالهای 1960 در مقام مشاور پرزیدنت جان اف کندی به عنوان کارشناس کمونیسم آغاز کرد. او در دولت‌های پرزیدنت لیندن جانسن و پرزیدنت جیمی کارتر که هر دو رؤسای جمهوری از حزب دموکرات بودند، در پیشبرد سیاست‌های خارجی آمریکا نقش عمده‌ای بر عهده داشت. برژنسکی در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر در زمینه مسائل بین‌المللی مهمی چون انقلاب اسلامی در ایران و پایان دادن به گروگانگیری 52 کارمند سفارت آمریکا در تهران نیز نقشی فعال داشت. او پیش از ماجرای گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در ایران معتقد بود اقدام نظامی علیه چهره‌های تندرو و اسلامگرای انقلابی ضروری است. برژنسکی در عادی‌سازی مناسبات میان آمریکا و چین، امضای معاهده محدودسازی تسلیحات استراتژیک و توافق صلح کمپ دیوید نقش فعالی داشت. پروانه هدایت، صدای آمریکا.